بینندگان گرامی یو اس ایران تیوی، با عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان در سراسر جهان، من جلیل مرتضوی هستم. امیدوارم در موقعیتی که پیش اومده بتونیم در خدمت آقای ندیمی باشیم. سوالای زیادی هست، موقعیت خیلی حساسی، از حاشیه ها من سعی میکنم دوری کنم. اجازه بدید بریم تهران. روی خط اسکایپ ما آقای ندیمی، تحلیلگر خوب و عزیز ما هستن از تهران. آقای ندیمی، ضمن سلام و تشکر از جناب عالی، با این همه که اسکجل خیلی پری رو دارید امروزا، لطف کردید دعوت ما رو پذیرفتید، در خدمتتون باشم. حال شما خوبه؟ درود بر شما، عرض ادب دارم خدمت تک تک مخاطبینتون، با افتخار در خدمتتونم. ممنونم. آقای ندیمی عزیز، میدونی که جنگ حماس و اسرائیل که میشه گفت دنیا رو به هم ریخته و به خصوص غربی ها نمیدونن چیکار میکنن. ببینید، ما حالا برای دوستا بگم خدمتشون، هر چند یه بار از من میپرسن آقا نتیجه اون نامه ای که به آقای بایدن نوشتیم که 400 تا از بینندگان ما امضا کردن، ما فرستادیم. درخواست ما این بود که آقای بایدن، شما که تا الان با ایران ستیزا مشورت کردید، به جایی نرسیدید با ایران، بهتره که بیایید با ایران دوستا مشورت کنید تا یه رابطه خوبی ایجاد بشه. خلاصه یه ماه پیش نامه آقای بایدن رسید که من یادم رفت نشون بدم. جا کنید استان، این نامه زرقی برقی آقای بایدنه از کاخ سفید، خودش هم امضا کرده، حالا واقعا دست خط خودش یا نه، ولی کلا چیزی نبود که ما انتظارش رو داشتیم. شروع کردن با همون چیزای جنرال که ما از آزادی و حقوق بشر در ایران دفاع میکنیم، حمایت میکنیم از خواسته های مردم و فلان و از این حرف و جنرال دیگه. یعنی در حقیقت حالا که ایشون از حقوق بشر و آزادی و نیازهای بشر دوستانه داره صحبت میکنه، پس چرا در غزه نمیتونه این کارو بکنه؟ ببینید آقای ندیمی، الان دانشگاه های امریکا، همین دو تا که بغل گوش منه که دیگه، دانشگاه های معتبر مثل هاروارد، مثل و تافس، جاهای دیگه، حالا این دوتا که 10 دقیقگی منه، 38 تا از سازمان های دانشجویی در هاروارد، چند تا تو دانشگاه تافس، همه اینها اعلامیه صادر کردن و از حماس حمایت میکنن. حالا چیزی که من برای دوستا باید بگم، دانشگاه هاروارد، آقای ندیمی شما که بهتر از من میدونید، دانشگاهی نیستش که هر کسی بتونه میره، بچه های خود ایناست دیگه، چون این دانشگاه 60,000 دلار در سال فقط شهریهشه. چون یادم نزدیک 30 و چند سال پیش که من اپلای کردم برای دکترا، منو فقط به این عنوان رد کردن که شما دانشگاه های همتراز ما نرفتید لیسانستون رو بگیرید، چون من دانشگاه ایالتی رفتم دیگه، خب برای اینکه ارزونه. میخوام بگم که رفتم اونجا با تمام پررویی همین توضیح به من داد، گفت 10,000 نفر برای دکترا اقدام کرده بودن، ما 500 نفر بیشتر نداشتیم، شما یکی نبودید چون تو دانشگاه همتراز نبودید. یعنی میخوام بگم که الان تو باستان آقای ندیمی یه بیلبورد گنده آوردن صهیونیستا که با تراک و تشکیلات اسامی این دانشجوهایی که در دفاع از حماس صحبت کردن اینا رو نشون میدن، فلانی اینه فلانی، یعنی میخواد بگه مثلا اینها رو مردم چیکار کنن، مورد انزجار قرار بدن دیگه، چون اگر نمیتونن که کاری بکنن، اینا بچه های خودشونن. اون دانشجو هم جالبه که اصلا هیچ عقب نشینی نکردن، گفتن نه ما سالها داریم میبینیم که غزه تحت ستم این هاست، تحت ستم صهیونیست هاست، اسرائیلی، نتانیاهو، لیکود، همه اینا رو میگن، میگن اینها فقط طغیان کردن چون دیگه راه دیگه ای نداشتن. حالا نمیخوام زیاد وقت دوستا رو بگیرم، دلم میخواد که آقای ندیمی از شما بپرسم که این مسائلی که در امریکا الان، چون میدونید دیگه مثل قدیم نیستش که شما یه اطلاعات بیرون بدید، چون اینا اومدن اول جریان ایران رو گفتن که آره
ایران دخالت داشته، بلافاصله دولت آقای بایدن در تمام تاکشوها، آقای بلینکن همه جا مو گفت نه آقا ایران هیچ دخالتی نداشته و هیچ مدرکی نداریم. حالا بعدا اومدن این دستراستی ها که حمایت از نتانیاهو اینا میکنن، گفتن که اگر اون 6 میلیارد رو نمیداده، اون 6 میلیارد باعث حمله شده، اینا دادن به حامد. گفتم بابا این برنامه ریزی 2 روزی نمیدیم، ما 2 روز پیش هنوز پولم برداشت نشده. بعد حالا اینا رو ول کردن. بعد خلاصه اینا جریانشون این بود که این تبلی رو راه میندازن که بنا به نوشته یکی از مفسرین الجزیره قشنگ مشخص بود که نتانیاهو تنها چیزی که مونده دستش میخواد که امریکا رو وارد جنگ با ایران بکنه، که این کاری نیستش که همینطوری بخواد انجام بشه، چون دنیا واقعا در خطره. حالا من این مقدمات خدمتتون گفتم، دلم میخواد که ارزیابی شما رو تا الان بدونم که بالاخره این مردم واقعا بیکس در حماس اونجا، چون اینا آدمای بقول خودشون غیر نظامی هستن، جایی هم خودی امریکایی هم میگن برید، میگه جایی نیست برن. آخه مصر از اون ور بسته، این برم که جایی ندارن، کجا برن اینا؟ حالا نظر شما رو بشنویم تا من سوالای دیگه ای مطرح کنم. درود بر شما. در خلال صحبتاتون داشتم فکر میکردم به بحث فلسطین مربوط به ایران نیست، مربوط به عراق نیست، مربوط به خیلی گسترده تره. چون آقای مرتضوی میتونه بیش از 2-3 میلیارد نفر آدم رو تحت تاثیر قرار بده. این یک جای خاصه، یه نقطه خیلی خاصه. با خیلی وقتا خیلی جاهای دنیا اتفاقاتی میفته، مثلا توی میانمار زمانی که خانم سوشی اومد کشتار عجیبی را انداخت، شاید وحشتناکتر از چیزی که الان در غزه داره اتفاق میفته، اصلا کسی متوجه هم نشد. اون تأثیری که تو فضای بین الملل و ویدیوهایی که بیاد بیرون، فلسطین نقطه تنشه. فلسطین سرآغاز همه اتفاقات. ما تو بحث مسائل مختلف میتونیم ببینیم هر کشور یک موضعی داره، مثلا ممکن تو خیلی از مسائل عربستان موضعش نسبت به ایران متفاوت باشه، ترکیه موضعش نسبت به ایران عربستان متفاوت باشه، قطر چیز دیگری، ولی بحث فلسطین ورای این مسائله. شما دیدید مصر، اردن، فلسطین، ترکیه، ایران، عراق، همه یک موضع مشخصی دارن. یعنی شما توی بحث فلسطین که وقتی وارد میشید، من روز گذشته توی یکی از تحلیل‌ها بهش اشاره کردم، توی بحث سوریه جبهت النصره که یک در واقع جریانی است که مخالف بشار اسده، وقتی که داشت میجنگید زخمی ها اینها میرفت تو اسرائیل درمان میشد. اما امروز جبهت النصره طرفدار حماسه، حزب الله لبنان هم طرفدار حماسه، ایران هم طرفدار حماسه. ببینید این مسئله از یک عینک دیگه باید بهش نگاه شه. نمیتونید هی توی ابعاد و دایره های کوچک قرارش بدید که مثلا ایران پشت این ماجرا است. اصلا به این شکل نیست. کشور اسرائیل شکل نمیگیره. ببینید ما با یک مسئله روبرو هستیم. من میخوام اصلا به یک موضوع اشاره کنم. خب مواضع محور مقاومت یا ایران نسبت به اون جغرافیا، اون چیزی که تو سیاست جمهوری اسلامی هست، میخوام بگم و بذارم کنار. چیه؟ یک کشور هست به نام فلسطین، همه میتونن بیان یک رأی داشته باشن. حالا اینو بذاریم کنار، اصلا بریم تو سازوکارهای بین المللی یا خیلی از کشورهای دنیا که معتقد به دو کشورن، یعنی دو کشور شکل بگیره، فلسطین باشه، بعد مرز مشخص داشته. ما امروز با اسرائیلی رو برو هستیم که هیچی رو قبول نداره، هیچی رو، حتی چیزهایی رو هم که خودش امضا کرده نمیپذیره و یک سیاست مستقل داره، یک سیاست مشخص داره. بذار این سیاست رو هم بهتون بگم، بعد بپردازیم به غزه و مسائل بیرونیش. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس هست، فکر می‌کنم 1962 یا 63 به دنیا اومده. 1970 تو 7 سالگی 6 سالگی یک شب خواب بیدار میشه. در کجا؟ در اسقلان. اسقلان الان جزو خاک، جزو شهرهای اسرائیل حساب میشه.
که یه فکر شب کنم در خوابی دار، انگلیسی میگن اشکلان، همونه دیگه، درست؟ اشکلان، بله، بله. اخاب بیدار میشه، میبینه لودر اومده زده زیر خونه و اینا مجبور شدن بیان غزه. خب همینطور هی 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 گرفتن گرفتن. الان تو یک جغرافیای مثلا 10 کیلومتر در 23-24 کیلومتر 2,200,000 نفر گذاشتن. 17 سال تحریم، درست. محاصره، 8 ساعت روزی آب، 8 ساعت روزی برق، و شما همه ی راه ها رو بستید. 30 سال هم هست که فلسطین حداقل در کرانه باختری دولتی که شکل گرفته بعد از یاسر عرفات و بعد از محمود عباس، هر چی اومده تو ساخت سازوکارهای بین المللی هیچی آیدی نداشته. یعنی هیچی هیچی، یعنی شما با یک مسئله روبرو هستید که لحاظ حقوقی مسائل سازمانهای بین المللی، مسائل انسانی، از هر نوع دیپلماسی، از هر مدلی که بگید وارد شده اما راهی نداشت. اصلا بحث فلسطین رو بذاریم کنار، این موضوع اصلا بگیم بین اسرائیل و فلسطینه، به هر حال این خاکشونه، حالا اسرائیل، اصلا اسرائیلی ها درست میگن، خوبه، اینو بذاریم کنار. ما این موضوع در جنوب لبنان هم داشتیم. یعنی ما با که اسرائیلی روبرو هستیم، جناب آقای مرتضوی، ما با اسرائیلی روبرو هستیم که مزارع شعبا رو گرفته بود، جنوب لبنان رو گرفته بود، کرانه باختری که اصلا بلندی جولان که مال سوریه است، این همه میدونن، اونو گرفته. ما با اسرائیلی روبرو هستیم که مرزهاش مشخص نمیکنه، تو MPT نیست. با اسرائیلی روبرو هستیم که بین 75 تا 400 کلاهک اشاره میشه داره و به هیچ ساز و کار بین المللی هم تن نمیده. حالا شما مردم غزه 2,300,000 نفر جمعیت از سمت خود اسرائیل و آمریکا تحریم، توی یک جغرافیه بسیار کوچیک چپوندن اینها رو، از اون بر مرز مصر بسته، راه های سیاسی جواب نمیده، راه های دیپلماتیک جواب نمیده، تمام بیانی های بین المللی جواب نمیده، سازمان ملل جواب نمیده، حقوق بشری جواب نمیده. چی کار باید بکنن؟ چه باید بکنن؟ به راستی این مردم باید چی کار کنن؟ تایید فرمایشات جناب عالی، این خیلی برای من جالب بود، اینو پخشم کردم. آقای لیبی مفسر روزنامه هارتس اومد یه مصاحبه انجام داد با بخش انگلیسی BBC، همین صحبت های شما رو میگفت، ولی اون یه چیز دیگه اضافه کرد. گفت ببین، دولت نتانیاهو نمیدونم چی جوری میتونه فکر کنه که همه چی با زور حل میشه. میگه ما اومدیم تو همین اسرائیل، چون میگه خود من داشتم اینا را رصد میکردم در ساختن این گنبد آهنین و با بتون آرمه و زیر زمین و نمیدونم سیم خاردار، با میلیاردها دلار هزینه شد. دیگه نگفت این میلیاردها دلار از کجا اومده، حالا اون داره میگه میلیاردها دلار هزینه شد. اینقدر اینها نفهمیدن که آقا حماس اومد با یه بارکش این سیما را به هم ریخت، از طریق گلایدر وارد اسرائیل شد، از طریق زمین دریایی هوایی، بعد در یک حمله برق‌آسا اینا را غافلگیرن، نفهمیدن. گفت علتش چیه؟ چون به خاطر اینکه ما هر چی قول دادیم صحبتشو کردیم، اینا نادیده گرفتن، فکر کردن فقط با زور میتونن این مسئله رو حل کنن. این دیگه آقای لیبی، یه اسرائیلی متولد اونجا، برای روزنامه اسرائیلی مطلب می نویسه، اینو در بخش انگلیسی BBC اعلام میکنه، بعد از اونم با جاهای دیگه هم مصاحبه کرده، همه جا هم پخش شده. این دیگه خود ایشونه، حرف شما آقای ندیمی رو به فارسی میگید، ایشون به انگلیسی میگفت، انگلیسیش هم خیلی عالیه. بفرمایید. حالا یک موضوعی هست. خب آنچه که عیان هست این هستش که اسرائیل به واسطه حمایت های کامل بریتانیا و آمریکا، یه چیزی با خودمون مشخص کنیم، یه غرب طرفدار اسرائیل، شرق طرفدار فلسطینه، اینو مشخص کنیم، یه واقعیتیه. من راجع مردم صحبت نمی کنم، دارم راجع حاکمان حداقل صحبت میکنم دیگه. ببینید یه مسئله وجود داره،
تمام این سالها اسرائیل به واسطه حمایت‌های کامل آمریکا و بریتانیا به خصوص تو شورای امنیت موفق شد این سیاست‌ها رو ببره جلو. تا اینجا قبول؟ یعنی ما بعد از جنگ جهانی دوم، اتفاقات سایکس‌پیکو، جنگ جهانی اول، بعد جنگ جهانی دوم، شکل‌گیری اسرائیل و شروع مسائل قبل رو مسلط بر دنیا می‌بینیم. بعدم که فروپاشی شوروی، آمریکا دیگه کامل مسلط شد، حتی شوروی هم که بود با اسرائیل روابط خوبی داشت. درسته که تو بحث مصر و کانال سوئز تهدید اتمی کرد، اون بحث ژئوپلیتیک داشت، مدیترانه، بحث راهبردی، تنگنای ژئوپلیتیک روسیه، اما با خود اسرائیل روابطشون تا همین دو سال پیش عالی بود، روابط بدی نداشتن. اما مسئله‌ای که وجود داره اینه، ما در 6-7 دهه گذشته یک شکلی از دنیا رو داشتیم که با تسلط غرب جلو رفته و یک شکلی از سیاست‌های اسرائیل رو داشتیم نسبت به منطقه. هنوز مرزش مشخص نیست. نکته‌ای که وجود داره، بعد از حمله روسیه به اوکراین شکل دنیا در حال تغییر هست، الان در یک بی‌نظمیه. چه شکلی خواهد گرفت بعد از این اتفاقات مشخص میشه. آیا اسرائیلی‌ها با درک این موضوع تغییر راهبردی دادن؟ نه. یعنی آیا اسرائیلی ها متوجه این هستن که امروز آمریکا در شرایط سختیه، باید تمرکز کنه روی روسیه، تمرکز کنه روی چین، بحران انرژی، سیاست های پولی انقباضی، مهار تورم، فشار روی اقتصاد. آمریکا توی وضعیت نرمال که نیست. آمریکا در چند دهه گذشته امروز سختترین شرایط رو داره، تحت تاثیر جنگ روسیه اوکراین و رقابتش با چین هست. این موضوع مهمیه و اسرائیل باید این رو درک کنه که شکل جهانی به شکل سابق نیست و اگر بخواد وارد یک فرایندی بشه مثل بازی قبل که مثلا بیاد غزه رو تحت شدیدترین فشارها بمباران کنه، بعد این مردم رو هل بده به سمت مصر، بعد بیاد اونجا رو هم بگیره زعیمه کنه، به نظر میرسه که این پتانسیل دیگه امروز وجود نداره. این یک واقعیته. ببینید امروز نقشی که آقای پوتین داره عهده‌دار میشه، میگه که بعد از این ماجراها کشور فلسطین باید شکل بگیره. آمریکا در تمام این چند دهه سیاستها شکست خورده، بعد از هفته هنوز وضعیت اینا مشخص نکرده، نتونسته تعیین تکلیف کنه، اصلا قصد نداره تعیین تکلیف کنه. و امروز کشورهای منطقه ما، جناب آقای مرتضوی، دارن تلاش میکنن برن به سمت کریدورها، دارن تلاش میکنن میرن به سمت عادی سازی روابط با همدیگه، کاهش تنش، توسعه، تجارت، منافع مشترک بین ایران و عربستان، بشار اسد رو میارن توی حوزه کشورهای عربی، خیلی از مسائل دارن بین خودشون حل میکنن. دیگه حاضر نیستن نقش اسرائیل رو برای تنشمند کردن منطقه بپذیرن. به این شکل منطقه ما داره من توی برنامه قبل اشاره کردم، ژئوپلیتیک قفقاز تغییر کرد دیگه. روسیه بعد از 200 سال حاکم مطلق هر آنچه اتفاق میفته تو قفقاز نیست. بگیم 3+1 روس ها هستن، این بر گرجستان، ارمنستان، آذربایجان، هر چی که روس ها بگن بعد انجام بشه. امروز ترکیه هست، اسرائیل هست، آمریکا پاش باز شده، ایران هست، خود روسیه هست، تغییر کرده. امروز در عراق، سوریه خیلی چیزا داره تغییر میکنه، در فلسطین امروز مسائل تغییر کرده. اگر بنا باشد به شکل و فرمت قبل اسرائیل با پشتوانه آمریکا بدون متعهد بودن به هیچ مسئله ای ادامه دهد، چه اتفاقی رخ میده؟ من پالس اولش رو بهتون بگم، قطر اشاره کرد صادرات گازو قطع میکنم. خب میدونی چه بلایی سر اروپا میاد؟ اون هم اروپایی که متمرکز شده برای مهار روسیه. یا اگر این برسه به وسعتی که اسرائیل باز بیاد اون شرایط رو وخیم کنه، به شدت سیاست های تهاجمی بدون تعهد اتخاذ کنه، کشور عربی صادرات نفت رو هم قطع کنن. ما اینو سابقه شو داریم دیگه، زمان شاه این اتفاق افتاد، شاه به اسرائیل نفت میداد. اصلا چرا خلیج عربی را افتاد؟ جمال عبدالناصر عصبانیتی که داشت سر همین بود، اون بحث خلیج عربی یا فضای ناسیونالیسم ضد ایرانی را افتاد، اشتباه استراتژیکی بود که شاه در دادن نفت به اسرائیل کرد تو مقطعی که تحریم کرده بودن. این زمینش هست، بوده سابق، تاریخ همیشه تکرار میشه. اگر این نفت تحریم بشه، وقت آمریکا
تحت چه شرایطی قرار میگیره. میخوام به یک نکته اشاره کنم، حتی اسرائیل هم دیگه نمیتونه اون سیاست ها رو پیش ببره، و اگه ببره بزرگترین بازنده اون سیاست ها آمریکا و اروپا خواهند. آقای ندیمی، جالبه شما اشاره کردید به دوران شاه. حتی من به بعضی از دوستان میگم، چون سندم دیگه داریم، شاه خودش به فلسطین کمک میکرد. من از آقای اردشیر زاهدی سوال کردم، گفت بله. یاسر عرفات اومد پیش شاه، بعد شاه یه چکی داد به من که من بردم بیرون بهش دادم. گفت من نمیتونم بهت بگم مقدارشو، ولی این درسته، ما بهش کمک میکنیم. یعنی ببین، حتی دوران شاه میبینیم که سیاست ایران طوری بود که به فلسطین کمک میکنه، برای اینکه مردم نیازمند بودن اونجا. حالا در لبنان هم همینطور. آقای ندیمی، دلم میخواد که چون الان باستابی که در رسانه های غربی پیدا کرده، یه دفعه دیدن که تلفنی آقای رئیسی با محمد ابن سلمان گفتگو کرده در مورد مسائل منطقه، حماس و به طور کلی خاورمیانه. در این مورد چه میدونیم؟ ببینید، نکته که وجود داره، غزه تحت دو مسئله هست. مسئله اول بمباران شدید که تلفات زیادی داره، نزدیک به 2,300,000 نفر انسان که شاید نزدیک به 1,000,000 شنم آقای مرتضوی زیر 12 ساله. یعنی اگه بله اگه دقت کنید، بیشتر تصاویری که داره میاد بیرون کودکان هستن، بخاطر همون بحث هستش. یه مسئله که وجود داره، آب قطع، برق قطع، گاز قطع، تلفات و مسائل انسانی به شدت عمق فاجعه بالاست. یک مسئله این هستش که ادامه این روند میتونه منجر به یک وضعیت به شدت ترسناکی بشه، نسل کشی اتفاق بیفته. یه مسئله دیگه هم وجود داره، این مردم نمیتونن خارج بشن از غزه. چرا؟ چون اشاره کردم اسرائیل تمام این سالها این کار رو کرده، اینا خارج شدن، جغرافیا رو گرفته و این یه تیکه جا مونده. کجا برن؟ حالا مسئله دوم، خب نه اون روند امکان پذیره نه این روند. باید اسرائیل پاسخگو بشه. برای پاسخگو کردن اسرائیل شما باید آمریکا و اروپا رو تحت فشار قرار بدی. برای تحت فشار قرار دادن باید کشورهای منطقه ما یک سیاست متحد رو بگیرن و بر اساس اون پافشاری کنن. یعنی کشورهای عربی به همراه ایران، به همراه ترکیه باید فشار بیارن بر کشورهای غربی تا اونها اسرائیل رو متعهد کنن به اینکه این کمک ها به غزه وارد شه. این من یه موضوع خیلی عجیبی دیدم. یعنی وزیر انرژی اسرائیل داشتن صحبت میکرد، گفت ما آب خواهیم بست، برق خواهیم بست، گاز خواهیم بست، امکان سوخت رو نخواهیم داد تا زمانی هم که خیلی از کشورها به ما فشار میارن، به ما درس اخلاق ندن، ما تا زمانی که صلاح بدونیم این کار ادامه میدیم. اصلا این شما حتی اگر چنین سیاست داری، بعد از زبان روسا رو ببینید، روسا خیلی دیپلماتیک رفتار میکنن تو جنگ اوکراین. شاید خیلی حتما رفتن تو خاک اوکراین، حتما اشغالگریه، حالا دلایل جنگ هرچه که باشد، درسته؟ درست. اما اون زبان دیپلماتیک رو حفظ میکنن. درست. اینا اصلا به هیچی پایبند نیستن، یعنی نه به فضاهای دیپلماتیک پایبند. آقای نتانیاهو تو سازمان ملل رسما یک جامعه جهانی رو میخواست که حمله اتمی کنه به ایران، یعنی اصلا به هیچ جا پاسخگو نیستن. و حمایت مطلق کشورهای غربی یک چیزی رو به من میگه آقای مرتضوی. من این جمله رو شاید باید با تشکیک بگم، ولی متاسفانه بذارید خیلی محکم بگم. از نظر غربی ها ماها حیوانیم، ماها انسان های درجه 2-3 هستیم و این واقعیته. حداقل از طرف اسرائیلی ها که گفته شده رسما دیگه. ولی هر وقت هم به این نقطه جوش رسیده، سیاست مداران غربی همون رو حمایت کردن، پالسش همینه. ببینید، ما مسائل انسانی رو، ببینید، دنیای قبل شکست خورده، اون نظم قبل واقعا دیگه امکان پذیر نیست ادامش.
بی نهایت استاندارد های دوگانه و این دیگه پاسخگو نیست. شما اشاره کردید به رسانه، تلفن همراه، بی نهایت اپلیکیشن هایی که در فضای مجازی همه واقعیت ها رو به مردم نشون میده. شما توی کوتاه مدت میتونید مردم رو تحت تاثیر قرار بدید، ولی در میان مدت و بلند مدت امکان پذیر نیست فریب دادن. فریب دادن امکان پذیر نیست. فریب دادن اسرائیل یک روز، دو روز، سه روز ابتدای این جنگ تونست از فضای رسانه خیلی بهره برداری کنه. اسرائیل ها دارن کشته میشن، داره جنایت حقوق بشری شکل میگیره به طور مثال. اما از روز چهارم دیگه امکان پذیر نبود. بچه ای بود که توی غزه روی زمین خاک و خون بود. درست. آره تو میان مدت اون جواب نمیده که، اصلا پاسخگو نیست. ولی آنچه که وجود داره این هست، شما با یک موضوعی رو برستیم که میتونه بیش از 2 تا 3 میلیارد نفر رو تحت تاثیر قرار بده. بین آقای کیسینجر یک موضوعی رو اشاره کرد به آلمانی ها که خب دارن تظاهرات فلسطینی های مهاجر یا مسلمانان مهاجر در آلمان رو سرکوب میکنن و ممنوع. آقای کیسینجر یک موضوعی رو گفت، گفت شما زیادی مهاجر گرفتید. این میزان مهاجر باعث میشه که شما تو سیاست های کلیتون به مشکل بخورید، چون اینها به خیابان میان با نواهای مدنی و حقوق بشری، شما تحت فشار قرار میگیرید در انتخاب سیاستاتون، اشتباه کردید میزان مهاجر بودید. این داره یک نکته اشاره میکنه، مهاجرین زیادی در اروپا هستند، در آمریکا هستند، و این رفتارها اتفاقا فشار بر سیاست گذاری و سیاست در غرب رو برای حاکمان سخت‌تر خواهد کرد. تحت فشار قرار خواهند گرفت از سوی مردمانی که مهاجر هستن اومدن و حالا حقوق شهروندی اونجا دارن. این انقدر ابعاد بحث غزه گسترده است که اشاره کردم میتونه خیلی نقاط مختلفی رو تحت تاثیر قرار بده. اما خب فقط مسئله فلسطین هم نیست، ما مسائل بیرونی هم داریم، بازندگان و برندگان بیرونی هم داریم که میتونیم بهش بپردازیم، راجب روسیه، راجب چین، راجب ایران، راجب ترکیه، راجب عربستان، راجب اروپا و اروپا مسائلی که هست. اتفاقا آقای ندیمی اشاره کردیم به روی چین، رئیس سنا چاک شومر، سناتور چاک شومر که خودش یهودیه و از طرف نیویورک هم سناتور و رئیس سناست، دیگه اکثریت با دموکرات هست، در یه هیئت همراه هم دموکرات و هم جمهوری خواه بودن رفته بود چین. میگه اونجا وقتی ملاقات کرد رهبران چین هرگز حاضر نبودن حماس رو محکوم کنن. این اومد بیرون گفت برای من خیلی جای افسوسه که یه همچون چیزی رو میشنم که حمایت چینی ها را نسبت به حماس. همینی که اشاره کردید دیگه معادلات به هم ریخته و واقعا هم در امریکا که من دارم میبینم الان نگاه کن، وقتی اومدن تو این سناتورهای طرفدار اسرائیل، اول این جریان دخالت ایرانو، بعد دیدن نه این دیگه همه جا گفته شده، بعد گفتن به خاطر این پول 6 میلیاردی بعد اونو دوباره امریکا فریز کنه. حالا جالبه این خیلی، یعنی میخوام بگم که واقعا امریکا خودش هم به هم ریخته در مورد گفتارها و نظرها. همین دیروز دونالد ترامپ برای مطرح دیگه در امریکا طرفدارایی داره، الان هم که مرد شماره یک کاندیدای جمهوری خواهاست، یعنی از نظر نظرسنجی همه پرسی این از همه جلوتره. دیروز سخنرانی در فلوریدا کرده و الان خیلی از جمهوری خواهان بهش حمله میکنن. در این سخنرانی میگه که من اگر رئیس جمهور بودم این اتفاق نمیافتاد، برای اینکه اینا حالیشون نیست از اینکه اسرائیلی ها میگن که دستگاه اطلاعاتی اونا نبودن، این دستگاه اطلاعاتی امریکا بوده، من وقتی سر کار بودم میتونستم بگم که اونا میخوان این کارو بکنن یا نکنن. بعد میگه که اینا انقدر به هم ریختن، گفت مشاورین آقای بایدن تو کاخ سفید اومدن گفتن که امیدوارم که از طرف شمال حزب الله حمله نکنه. گفتش که نشون میده که ضعف و ناتوانی، گفت یه همچون چیز رو میایی مطرح میکنی، گفت حزب الله خیلی باهوشه، روز بعد حمله میکنه.
گفت این کار اینها بچگونه است. از نتانیاهو به عنوان یه آدم ابله جوک یاد میکنه، میگه ببین نتانیاهو، من وقتی این داره از خودش حالا تعریف میکنه، ما در نظر گرفتیم که سردار سلیمانی رو ترور کنیم، چند ماه روی این کار میکردیم، اول اسرائیلیا گفتن که آره ما همکاری میکنیم، آقا چند روز بعدش گفتن نه ما نمیخوایم هیچ دخالتی بکنیم. گفت این خیلی به من برخورد، میگم شما چه دخالتی، شما که اطلاعات رو دیگه از من میگیرید. میگه بعد از اینکه ما سردار سلیمانی رو ترور کردیم، بازم میگه سردار سلیمانی خیلی آدم باهوشی بود ولی آدم بدی بود، حالا نظرشون، میگه این مردی که نتانیاهو میخواسته امتیازم بگیره، تازه دخالت نکرده، زرنگی کرده. گفت این خیلی به من برخورد، گفت نشون میده که چون در رأس قدرت کسی نیست که مسئولیت نشون بده، حماسی ها خیلی باهوشن، حزب الله خیلی باهوشه، معلوم این کار میکنن، چون اونها برای اینکه آمادگی نداشتن چجوری برخورد کنن. حالا این داره از خودش در میگه، من اگر رئیس جمهور بودم این اتفاق نمیافتاد. نظر شما چیه در مورد گفته این دونالد ترامپ؟ بله، من یه نکته به صحبت های شما اضافه کنم. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هم یه تو صحبتاش یه نکته اشاره کرد، گفت مقصر وضع موجود فقط دولت کنونی اسرائیله. باز به کلیت ماجرا اشاره نکرد، اشاره مستقیم به دولت کنونی و شاید شخص نتانیاهو. ببینید، ما با راست افراطی ترین کابینه اسرائیل رو بریم، درست در یک چنین مقطع خیلی حساس در شرایط جهانی که روسیه با اوکراین درگیره، آمریکا در اوج تنش با چینه، اروپا در ضعیف‌ترین شرایط خودش هست، بحران انرژی و بحران اقتصاد گسترده شده، عرضه کالاهای اساسی در دنیا با حتما با در واقع اون روال عادی خودش فاصله داره، یعنی یک روز غلات نیست، یه روز گازوئیل صادراتش ممنوع میشه، یه روز برنج، یه روز نیشکره، یه روز نفت ارزش کم میشه، یه روز خط لوله گاز لتونی به فنلاند هدف قرار میگیره. ببین هر روز ما بحران هایی داریم که خیلی جدیه و باید دولت ها تمرکز کنن برای مدیریت این مسائل. یک کابینه راست افراطی با دیدگاه های آپارتایدی، الان که وقت این حرفا نیست، یعنی این یک وضعیت خیلی آماتوره. شما به عنوان سیاست گذار ببینید، ما جناب آقای مرتضوی، بعضی نقاط تو دنیا هستن که نقطه تنشن، بالکان نقطه تنشه، میتونه فضای جهانی رو تحت تاثیر قرار بده. فلسطین در پهنه مدیترانه همسایه کانال سوئز و مشرف اروپا نقطه تنشه. اگر به تاریخ نگاه کنید، سوریه، فلسطین همیشه نقطه درگیری و جنگ قدرت‌های شرق و غرب بوده. امروز که نیست، اونجا همیشه نقطه درگیری بوده. شما وقتی تو چنین جغرافیایی هستی با یک کابینه راست افراطی که متعهد به هیچی نیست، و خود آقای نتانیاهو هم میدونید دیگه، از ائتلاف با این جریان های راست افراطی تونست بیاد کابینه دست بگیر و نخست وزیر شه، و یک جورایی ضعف داره. چرا؟ چون یک گروه از اینها از ائتلاف خارج شه، دولتش سقوط میکنه. درست. چون بله چون میدونید دیگه، قانون کنست از اون 120 کرسی که هست، هر حزبی 4 تا کرسی به دست بیاره میاد تو کنست. حالا شما میخواید دولت تشکیل بدید، 8 تا 9 تا 10 تا میان با هم ائتلاف میکنن، یه دونه تو بشی نخست وزیر، نخست وزیر هم میشی رئیس هر کدوم از اینها رو باید بیاره بذاره رئیس وزارت خونه. اینا پاسخگو نیستن. چرا؟ چون میخوان منافع حزبی و جیب حزبیشون رو پر کنن. ایراد هم بگیری تهدید بکنه که خارج میشه، هم سقوط خواهی کرد. خاطر همینه که توی اسرائیل الان هیچ دولتی تو 5 سال گذشته نتونست دورش تموم کنه، سقوط میکرده. چه زمان نفتالی بن، چه زمان یائیر لاپید، چه زمان قبلی نتانیاهو، این دولت هم سقوط خواهد کرد. شما با یک جریانی روبرو هستید که با هشدارهای بیشمار آقای بایدن، آمریکا، اروپایی ها تو بحثایی که اینها باز کردن در تو با
بیت المقدس فشارهایی که آوردن این منفجر شد. یعنی من تعجب میکنم، خیلی ها تعجب کردن از اتفاقی که افتاد، جای تعجب نداشت، اصلا جای تعجب نداشت. اون منطقه آماده این اتفاقات بود، یعنی رفتارهایی که داشت میشد، سیاستهایی که داشت اعمال میشد تو این شرایطی که یه موضوعی رو فراموش نکنیم، قبل از اینکه بحث غزه فلسطین، قبل از اینکه بحث فلسطین اسرائیل، قبل از اینکه بحث ایران و محور مقاومت و اسرائیل، قبل از اینکه بحث کشورهای عربی و اسرائیل رو بررسی کنیم، ما در هر موضوعی باید بعضی هژمون‌ها رو ببینیم. 4 هژمون داریم، آمریکا و چین 2 هژمون درگیرن، روسیه و اروپا 2 هژمون درگیرن. یعنی در مقطعی که دنیا دو بلوکه شده و این بلوک‌های قدرت با هم درگیرن و هر اتفاقی هر جای دنیا بیفته اون اتفاق دو بلوکه خواهد شد. یعنی یک تعداد از کشورها پشت یک جریان، یک تعداد از کشورها پشت یک جریان قرار خواهند گرفت. یعنی اگر 5 سال پیش اسرائیل مشکلات داشت، شاید جامعه جهانی پشت اسرائیل بود، شاید یه موازه روسیه میگرفت، ولی حتما در کنار اسرائیل میستاد، در مقابلش نمیستاد، ولی امروز در مقابلش میسته، میگه باید کشور فلسطین شکل بگیره. توی یک فضایی که دو بلوک هست، هر اتفاقی بیفته دو تا بلوک میان. مثلا تو بحث آذربایجان ارمنستان، آمریکایی ها فرانسوی همه اومدن، دو بلوکه شده هر موضوعی. الان تو این وضعیت این اشتباهات عجیب غریب اسرائیل که وضعیت برده به سمتی که مسئله فلسطین هم دو بلوکه شده، حالا ایران هم یک نقطه ایستاده، که عربستان هم تو همون نقطه ایستاده، روسیه هم تو همون نقطه ایستاده. اینجاست که آقای ترامپ میگه اینها احمق هستن، چون واقعا احمقانه بود، عدم درک درست از وضعیت موجود بود و بهاش خواهند داد. در حقیقت بحرانه که ما میبینیم، ولی پشت پرده ها مشغول صحبت و مذاکراتی هستش که من خبر ندارم. فکر میکنی چقدر طول میکشه و به کجا میانجامه؟ چند تا نگاه هست، بیاید این چند تا نگاه رو با هم ببینیم. یه نگاه میگه که مثل همیشه آمریکایی که تمایل نره درگیری و گسترده بشه، چون تمرکزش روی چین و اروپاست. یه نگاه این هستش که میگن آمریکایی ها به اسرائیل میگن خب خیلی خوب آقای نتانیاهو، تا میتونی بزن، تا میتونی بمباران کن، یک روز، دو روز، سه روز، 6 روز، 10 روز، وقتی گفتیم استوب تمامش کن و برو به سمت آتش بس. یه نگاه ایده، چون میدونید الان حاکمان قبل نگاهشون به مردم فلسطین واقعا نگاه منصفانه نیست دیگه، در بحثش درجه حقوق بشری اون نگاه حقوق بشرگونه نسبت به اوکراین با فلسطین زمین تا آسمان فرق داره، خیلی فرق داره. امروز یه نگاه اینه، اسرائیل بزن تا میتونی بکش، بعد که گفتیم خیلی خوب استوب جنگ گسترده نشه این آتش، یه نگاه اینه که 5 روز 10 روز دیگه تموم میشه. اما یه مسئله وجود داره، ما قبلا هم داشتیم جهاد اسلامی و اسرائیل 12 روز درگیر بودن، خیلی کنترل شده و مصری آمدن پادرمیونی کردن، قطری آمدن آتش بس، ولی همه چیز تو روال سابق خودش بوده، هیچ چیزی تغییر نکرده باشه. از 7 اکتبر به قبل آقای مرتضوی، اتفاقاتی که از 7 اکتبر به بعد رقم خورد، آیا این امکان رو میده که همه چیز به قبل از 7 اکتبر برگرده؟ نه، اصلا شدنیه؟ نه. ما الان نمیشه، هزاران نفر از اون وریا مردن، هزاران نفر از این وریا مردن، اصلا چیزهای اتفاق افتاده که چند دهه رقم نخورده، توازن قوا تغییر کرده دیگه. الان مثلا یه اسرائیلی بیاد یه لگدی به یه خانم فلسطینی بزنه، ممکنه چند هزار کشته دو طرف بدن. خب میگم یه چیزهای تغییر کرده، ولی در بی‌نظمی خودش هست. یعنی حتی پتانسیل آتش بس هم مفهوم ابهام زیادی داره، یعنی به شکل سابق نیست، خب کشتید یه تعداد بزنید آپارتمان ها تخریب کنید و تمام، آتش بس این الان غیر ممکن شده. یعنی اون شکل آتش بس سابق وجود نخواهد داشت. این مسئله اول که اینو پیچیده میکنه.
درست. مسئله دوم این هستش که نه کشورهای منطقه نه آمریکا و اروپا تمایل به گسترش جنگ ندارن، اما وقتی پیچیده میشه آتش بس، به میزان پیچیدگی امکان گسترده شدن درگیری هم قوت میگیره. کنترل کردن اوضاع واقعا مشکله، واقعا حد زدن اینکه چه خواهد شد، من توی یکی از تحلیل‌ها اشاره کردم شروع یک جنگ مهم هست، اما مهمترین چیز نوع پایان جنگه. درست. آقای نتانیاهو باید جنگ رو به شکلی به اتمام برسونه که دولتی سقوط نکنه، یک افتضاح به بار اومده. حتما این جنگ با این کاری که فلسطینی ها کردن دیگه به حاضر نخواهند بود به اون شکل سابق برگردن، غزه محاصره، تنگ تکلیف نمیشه، بحث فلسطین، شرایط بسیار وخیمه، در بدترین شرایط هستن، خب اونها هم دیگه اون قبلیه رو قبول نخواهند داشت، درست. نمیتونن دیگه. ببین این نوع درگیری داره نشون میده. پس منطقه ما هم، کشورهای همسایه ما هم دیگه خسته شدن این وضعیت و به دنبال این هستن که آقای مشخص شه این موضوع. شما همین عربستان دید که تا 7 روز پیش داشت میره به سمت صلح با اسرائیل، ولی الان موازهشو ببینید میگه آقا اسرائیل مقصره، بعد کشور فلسطین تنگ تکلیف کنید، اینجوری نمیشه، این چه وضعیتیه. یعنی یک موضوعی هست، اون موضوع چیه؟ ما تو نظم قبلی دنیا نیستیم، نظم جدید هم شکل نگرفته، در یک بی‌نظمی هستیم که هر تحولی میتونه باعث تغییر سیاست‌های کشورها بشه. یعنی شما 6 روز پیش میخواستید با اسرائیل عادی سازی کنید، حالا ممکنه اصلا در مقابل اسرائیل بشید، یک ماه دیگه مجدد ممکنه ائتلافهای دیگه ای داشته باشید. یه آقای رئیسی با آقای موحد بن سلمان صحبت کردن با هم بعد از چند سال، شاید بیش از یک دهه هست، ما حتی بعد از اتفاقی که در چین رقم خورد و عادی سازی کردیم، هنوز در سطح رؤسای جمهور و ولیعهد عربستان سعودی گفتگو نبود، ولی این موضوع 45 دقیقه گفتگو رو بین آقای رئیس و آقای بن سلمان ایجاد کرده. این موضوع چقدر اهمیت داره، چقدر ابعادش گسترده، بله ابعادش گسترده است، پیش بینیش خیلی مشکل. آقای مرتضوی، من یک موضوعی رو قبل از اینکه این موضوع رو هم بگم، شاید شما به من کمک کنید، یاری بدید، یک موضوعی هست برای من خیلی جالب خواهد بود. یک روزی آمریکا که از افغانستان داشت خارج می‌شد، من یک موضوعی رو گفتم، 3 سال پیش بود، نزدیک به 3 سال پیش، گفتم این یک امتحان هست که کشورهای همسایه افغانستان ثابت کنن که میتونن بدون آمریکا خودشون نظم این منطقه رو دست بگیرن. حالا همین رو میگم، این فلسطین نقطه‌ای هست که به ما نشون خواهد داد آیا کشورهای منطقه ما آماده خروج غرب و حل و فصل مسائل بین خودشون هستن یا نه. بخشی از آینده فلسطین امروز، شرایطی که در غزه هست، بستگی به این داره که کشورهای عربی به همراه ترکیه و ایران چه وحدتی به دست بیارن و چه تصمیم واحده‌ای بگیرن. این تصمیم واحده فشار روی غرب برای کنترل اسرائیل رو حتما بالا خواهد برد. بخشش به فضای بیرونی وابسته است. اتفاقا آقای ندیمی، دیروز سوار اسنپ بودم، داشتم میمدم خونه، راننده یه جوان فلسطین بود، 29 ساله. از او پرسیدم که این بالاخره به کجا میرسه. میگفتش که ببین، اتفاقی که حماس انجام داده یه انرژی خاصی به دنیای عرب داده که اونا هرگز فکر نمی کردن که اسرائیل اینجوری بخوره. میگم این در میان جوانها به این آسونی این انرژی از بین نمیره. شما در این مورد چه میدونید؟ من یه موضوعی که میدیدم روز اول و دومون، هجمه هایی که اومد که حماس خیلی کشتار کرده زنها، بچه ها، مسائلی که مطرح میشد، یه گاهن تو فضاهای سوشال میدیا مثل کلاب هاست و اینا که گفتگو میشد، بعضی از جریان ها صحبت که میکردن این بود که حماس یه کاری کرد که جامعه جهانی در مقابلش قرار بگیره، اسرائیل ظالم بود، حالا شد مظلوم، فلسطین شد ظالم. گفتم این اشتباهه. تو بحث فلسطین ما دو تا جامعه داریم،
غربی ها شاید بخش عمدهشون طرفدار اسرائیل باشن، ولی منطقه ما و مردم منطقه ما 100% طرفدار فلسطین هم. این یه پیشینه تاریخی داره، الان که رقم نخورده. که من دیدم نانسی اجرم، سلبریتی های جهان عرب، شیرین، الیسا، اینا خواننده های جهان عرب هستن، سلبریتی های جهان عرب هستن، کاملا توییت هایی که زدن حمایت از فلسطین و لبنان، فلسطین. این مسئله امروز ایجاد نشده، منتها کار بزرگی که حماس و مردم فلسطین کردن این بود که اینها تمام شده بودن آقای مرتضی. اینا هیچ اسمی ازشون نبود. عادی سازی کشور عربی با اسرائیل هم عملا تمام میکرد کار اینها رو. اینا دوباره موفق شدن در زمانی که هر پرونده‌ای در دنیا دو بلوکه شده، پرونده‌شون رو بیارن روی میز. حالا جهان عرب باید پاسخگو باشه به اینکه بحث فلسطین چه میشه. حاکمان جهان عرب باید به مردمانشون پاسخگو باشن بحث فلسطین چی میشه. برگشت نام پرونده فلسطین مجدد توی دادگاه ها، دیدید که یه وقتایی یه طرف وضعش خوبه، پول داره، نفوذ میکنه، پول خرج میکنه، پرونده گم میشه. حالا این پرونده که گم شده پیدا شده، اومده روی میز قاضی و همه ی رسانه ها اومدن روی این میز ببینن این پرونده چی میشه. اونم تو مقطعی که دنیا دو بلوکه شده و هر موضوعی دو تا روایت داره، دو تا طرفدار داره. و این کار رو این بار برای غرب به این سادگی به اتمام نخواهد رسوند. این تبلیغات دیگه کاربردی نداره، چون همه دسترسی به شبکه‌های اجتماعی دارن. تا یه خبری میاد میبینن که این خبر بومیده، بلافاصله میبینیم که جریانات من آقا این خبر درست نیست و فلان. اینا الان در یه همچین شرایطی قرار گرفتن. آقای ندیمی، خیلی از بیننده های ما نگران مرزهای ایران بودن در قسمت آذربایجان. ممکنه خواهش کنم در این موردم کمی با ما صحبت کنم، ببینم وضعیت ما در مرز ایران و باکو چیه؟ ببینید، به زودی یک نشست در تهران اتفاق خواهد افتاد، سه به علاوه سه. نشست سه به علاوه سه چیه؟ روزی که جنگ 2020 آذربایجان و ارمنستان اتفاق افتاد، اون موقع ایران یه پیشنهادی داشت، سه به علاوه سه. آقای عراقچی رفت، آقای ظریف رفت. ایران میگفت آقا قفقاز جایی هست که ایران، روسیه، ترکیه، آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، این شش کشور به صورت ترکیبی همه به هم متصل باشن، مرزی تغییر نکنه. و تو مقطع این رو دنبال میکرد، کوریدور زنگزور ایران و روسیه در واقع دور میزد و حتی تغییر مرزها رو ایجاد میکرد به اون شکلی که اونها دنبال میکردن. هنوز هم ایران بر اون سیاست استواره. ایران سیاستاش همیشه ثبات داره، یعنی یک سیاستی در کلان سیاستاش وقتی انتخاب میکنه روش پایداره. همونطور که 30 ساله میگیم قره‌باغ مال جمهوری آذربایجان، همونطور که در شورا امنیت قطعنامه داریم براش، همونطور هم میگه سیونیک مرز ایران و ارمنستانه، اگر واردش بشید باهاتون جنگ خواهیم کرد. این ثبات در سیاست ها همیشه تو ایران بوده. بعد از بحث قره‌باغ هم ایران اشاره کرد ما اجازه کوریدور زنگزور رو نمیدیم. تنها مسئله‌ای که توی قفقاز امکان پذیره سه به علاوه سه. روسیه در وضعیت اوکراین درگیره، روسیه دیگه نمیتونه مطلقاً فقط منافع خودش رو اونجا ببینه، بازی اونجا تغییر کرده. ایران قدرت منطقه‌ایه، ترکیه قدرت منطقه‌ایه در قفقاز، در همسایگی قفقاز. خب خیلی از مسائل هست. این مسئله باعث میشه که ما منتظر باشیم ببینیم این شش کشور در تهران میتونن به توافقات گسترده و تضمینی چه نکته‌ای داره. ما تو بحث دریای کاسپیان با اینا اختلافاتی داشتیم، توی بحث سهممون، توی بحث فروپاشی شوروی. یه موضوعی که وجود داره اینه که همچنان که ما نپذیرفتیم اون مسائل رو، اما بین پنج کشور همسایه دریای کاسپیان توافقات صورت گرفت. مثلا گفتیم اینجا دریاچه است، شما نمیتونید با حقوق دریاها اینجا بیایید. مثلا توی جایی که دریاچه هست
این پنج کشوری که ساحل دارن میتونن رزمش برگزار کنن، کشوری که بیرون مرزهای دریاچه هست نمیتونه بیاد رزمش برگزار کنه. اینا حقوقی بود که بین این پنج کشور امضا شد. یه چنین شکلی اگر در توافق تهران بین این شش کشور مطرح و امضا بشه، یعنی این کریدورها باید هر شش کشور رو سهیم کنه امضا بشه، این کریدورها باید چنین سازوکارهایی داشته باشه، چنین قوانینی داشته باشه، امنیتش در اختیار این شش کشور باشه، حضور کشورهای غربی و کشورهای ثالث به این کریدورها ممنوع باشه، این تصمیمات گرفته بشه و امضا بشه، قفقاز وارد یک شکل جدید میشه. باید ببینیم آیا ایران و روسیه میتونن این مسئله رو ایجاد کنن یا نه. این به زودی مشخص میشه. بسیار عالی. پس ما منتظر میمونیم تا اون موقع ببینیم چی میشه. ولی در حال حاضر موضع ایران همینطوری که شما بارها در تحلیلاتون فرمودید مشخصه. هرچی که سالهای قبل گفته همونو داره تکرار میکنه. موضع ایران تغییر پیدا نکرده که این نشونه ثبات فکری سیاست خارجی ایرانه. آقای ندیمی ممنونم. میدونم که خیلی خستتون کردم. شما خودتون تحلیلایی دارین، خیلی هم با شما در تماسن. ممنونم که وقت گذاشتی اومدید با بیننده های ما هم صحبت کردی. در پایان قبل از خداحافظی آیا چیزی هست دغدغه فکری شما که میخواید اینجا بیان کنید؟ شرایطی که امروز جناب آقای مرتضوی در فلسطین هست ما بارها خودمون تجربه کردیم به عنوان ایران. ما در 300 سال گذشته دلاوران زیادی داشتیم در جنگ ها، اما شکست های پشت سر همی داشتیم. در زمانی که عباس میرزا می جنگی تو جنگ های 14 ساله با روس ها ما دلاورانه جنگیدیم، اما دنیا صنعتی شده بود، مدرن شده بود، تسلیحات نظامی دیگه شمشیر نبود و تأثیر داشت. مسئله‌ای که وجود داشت این بود که ما در 300 سال گذشته با خلأ نیروی نظامی که تسلیحات راهبردی و استراتژیک داشته باشه روبرو بودیم و دو سوم جغرافیامون از دست دادیم. بر ما ایرانی‌ها ظلم‌های بسیار گذشت، چه زمانی که اون قحطی بزرگ اومد، چه زمانی که در جنگ جهانی اول و دوم آسیب دیدیم و چه بعد از آن. امروز وقتی که میبینیم در بحث فلسطین، در بحث اوکراین، سازوکارهای بین المللی و حقوقی عملا عقیم و بلا استفاده هست. یک موضوع رو باید بشه همیشه معتقد باشیم، یک کشور باید قدرتمند باشه، تسلیحات نظامی داشته باشه، نیروی رزم خوب داشته باشه تا بتونه صلح رو برای مردمش هدیه بیاره. امروز ما تو منطقه بحران هستیم، ما تو جایی هستیم که همیشه دور تا دورش جنگه. اولویت ما باید مسیری که اومدیم آقای مرتضوی تو 14 گذشته من فکر میکنم فوق‌العاده بوده. ما بعد از 300 سال تونستیم به نقطه بازدارندگی برسیم. واقعا وقتی پیرامون خودم رو نگاه میکنم، اینکه یک کشور چقدر راحت میتونه به کشور دیگری ظلم کنه، حمله کنه، بگیره، خیلی خیلی ساده. روسیه 20% خاک اوکراین عملا ضمیمه کرد، کی میخواد ازش بگیره؟ مگه میشه پس گرفت؟ تمام شد. همونطور که قفقاز از ایران جدا شد، همونطور که خیلی جای دیگه. فراموش نکنیم یک موضوعی رو، و من این رو برای مخاطبین شما میخوام بگم، تمام ایرانی ها با هر تفکری 44 سال ما تحریم بودیم، تحت فشار بودیم، به ما نگاه های جهان سومی شد، اما این مردم ایستادن. امروز ما رسیدیم به نقطه ای که از لحاظ نظامی واقعا قابلیت های بالایی داریم و این سهم همه مردم ایرانه. و خیلی خوشحالم در شرایطی که تو دنیا میبینم هیچ نظمی، هیچ سازوکار بین المللی معتبر نیست، کشور من به نقطه‌ای رسیده که یک میزان از آرامش در وجودم هست. آرزوی صلح دارم برای همه دنیا و آرزوی صلح دارم برای مردم ایرانم و آرزوی صلح دارم برای مردم بینوای فلسطین. امیدوارم این مسئله بالاخره حل بشه و
بره به سمتی که ما این تصاویر رو نبینیم، من خودم دختر دارم، شما همینطور، این دیدن این صحنه ها خیلی سخته، خیلی عمق فاجعه بالاست و هیچ انسانی نمیتونه تحمل کنه. چه چیزی بهتر از صلح؟ امیدوارم یک روزی با شما آقای مرتضوی اینجا گفتگو کنیم و راجب مفاد صلح یا کشور فلسطین یا هر آنچه که صلاح مردم فلسطین هست با هم گفتگو کنیم. پاینده باشید، ممنون از دعوتتون، همیشه باعث افتخارم از هم کلامی باشم. سپاسگزارم آقای ندیمی از لطفتون، از وقتتون. من به شما شب بخیر میگم در تهران. پاینده. خب بینندگان عزیز، گفتگوی ما را با آقای محمد ندیمی، مفسر خوب و عزیز ما و تحلیلگر بسیار خوب در مسائل ایران را شنیدید. امیدوارم که از این برنامه استفاده بردید. اما بنا به توصیه شما عزیزان که از ما خواسته بودید که یک کانال پشتیبانی دیگه در یوتیوب داشته باشیم، اگه یه دفعه اتفاقی برای این سایت اومد، دوستا بتونن برن اونجا ما را ببینن. حالا ما یک کانالی درست کرده بودیم، چیزای انگلیسی میذاشتم، من اینو گذاشتم زیر برنامه، اونم داشته باشید که اگر یه دفعه باز هم ما دچار مشکلات شدیم شما بتونید ما رو اونجا ببینید، ولی حالا فعلا اینو داریم. اسمش هست The Mystic and You، این اسم کانال The Mystic and You. این کانال قدیمی من که حالا آوردیمش این بر و ضمناً مطالب دیگری که نمیتونیم اینجا نشون بدیم در اینستاگرام هستش، به اینستاگرام یو اس ایران تی وی مراجعه بکنید، اونجا هم همیشه مطالب جدید داریم برای شما. به هر حال سپاسگزارم از وقتتون، همه دوستان خوب و عزیز که از این برنامه حمایت میکنن. تا برنامه بعد همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا